موزیک. مراسم 90مین سالگرد فستیوال ورونا با اجرای اپرای دون جیوانی موزارت اجرا شد. ارنست هوفمن، شاعر و نویسنده آلمانی، این اثر را اپرای اپراها خوانده بود. فرانکو زفیرلی مشهور کارگردانی و طراحی صحنه را بر عهده داشت. فرانکو زفیرلی که یکی از چهره‌های بزرگ جهان اپرا به شمار می‌آید. من عاشق زفیرلی هستم و فکر می‌کنم او هم کمی عاشق من است. آنچه روی من خیلی تأثیر گذاشت این بود که یک ماه قبل از آمدن به ورونا استاد زفیرلی با من تماس گرفت و من را دعوت کرد که به خانه او بروم تا در مورد شخصیتی که باید بازی کنم، لباسها و دیدگاه دقیق او نسبت به اثر دون جیوانی صحبت کنیم. فکر میکنم در طول این همه سال زندگی حرفه‌ای هیچ وقت چنین تماسی با من گرفته نشده بود. واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم. ایلدبراندو دارکانجلو، خواننده باریتون ایتالیایی، با اجرای خوب خود در دون جیوانی شهرت یافته است. اجرای این اپرا برای کارمن جیاناتازیو، خواننده ایتالیای سوپرانو، و سایمیر پیرگو، خواننده تنور آلبانیایی تبار، طعم خاصی داشت، چرا که هر دو در شهر ورونا زندگی می کنند. در لحظات اول جو ترسناکی حاکم است. نگاه اول همه مردم را می بینی و باید بخوانی. چه ترسی، اما بعد از 3 یا 4 ثانیه تمرکز پیدا میکنی و متوجه میشوی که صدایت همچنان در این فضای بزرگ ادامه پیدا میکند. کم کم آرام میشوی و سعی میکنی بهترین اجرا را انجام دهی. دون جیوانی داستان پیچیده‌ای در مورد عشق و انتقام است. سایمیر پیرگو نقش دون اوتاویو را بازی میکند که به شدت عاشق دونا آنا است. یک شخصیت زن دیگر، دونا الویرا، از عشق نافرجام دیگری رنج میبرد. دون جیوانی بیرحمانه او را کنار زده است. عاشق دونا الویرا هستم. شاید به این دلیل که خیلی با من تفاوت ندارد. خیلی پرشور و بسیار حسود است. و در عشق حس مالکیت دارد. البته من آنقدر حس مالکیت ندارم و او به شدت عاشق دون جوان است. روی صحنه شور و لذت خوانندگان از اجرای این اثر قابل لمس است. این اثر که در سال 1787 میلادی خلق شد، برای اولین بار روی صحنه ورونا اجرا می شود. دون جیوانی یا دون جوان داستان یک شرور، قاتل و یک اخفاگر به تمام معناست. دون جیوانی را به عنوان شخصیتی میبینم که سعی دارد جاهای خالی را پر کند. این اشتیاق دیوانوار او برای دلربایی و فریفتن زنان بیشتر مانند تلاشی برای فرار است. به نظر من یک دون جیوانی در درون هر یک از ما وجود دارد. حال باید دید به چه شکل خود را آشکار می‌کند.